ستارگان فیلم وحشی ها در مراسم افتتاحیه جدیدترین فیلم اولیور استون بر روی فرش قرمز در وست وود لس آنجلس جمع شدند. جان تراولتا که پس از انتشار شایعاتی درباره آزار جنسی سعی کرده بود خود را از دید رسانه‌ها مخفی کند، دوشنبه شب با همسر خود در این مراسم حضور داشت. او درباره کار با اولیور استون میگوید: من مثل هنرپیشه‌های حرفه‌ای قدیمی نیستم، میتوانم هر چیز را که کارگردان بخواهد ارائه کنم، مثل منوی یک رستوران چینی. در حضور ستارگان هالیوودی این فیلم اما اولیور استون، کارگردان بزرگ فیلم، در مرکز توجه بود. این یک فیلم عاشقانه است، فیلمی درباره پول و قدرت و نحوه تعامل این دو، همه در حال کلک زدن به یکدیگر برای رسیدن به قدرتند. داستان فیلم وحشی ها بر اساس کتابی است به همین نام. موضوع آن داستان دو جوان آمریکایی است که مزرعه ماریجوانا دارند و درگیر جنگ قدرت با رئیس یک باند قاچاق مواد مخدر مکزیکی می شوند. جان تراولتا هم نقش مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد که البته با قاچاقچیان همکاری می کند. سلمه های گفته است با وجود اینکه خشونت در فیلم های اولیور استون پر رنگ است، همواره او را تمجید می کرده است. نقش من خیلی جذاب و زنانه بود. او این نقش را همانطور به تصویر کشیده که طبیعت را به تصویر می‌کشد. در این فیلم زنان قدرتمند هستند و این خوب است. بنیسیو دل تورو که با فیلم قاچاق به شهرت رسید، در این فیلم هم نقش منفی را به عهده دارد. نقش یک خلافکار که به نظر میرسد مشکل روانی دارد و برای رئیس باند یعنی النا کار میکند. اولیور کارگردان مستقلی است. او از آن دسته از فیلمسازان و هنرمندان است که شما را هیجان زده میکند. نمیدارم چطور توصیف کنم. شما از کار کردن با او به وجد میایید. فیلم وحشی ها که در ژانر جنایی ساخته شده است، 16 تیر ماه بر روی پرده های سینمای آمریکا ظاهر می شود.